درود گرم به شما هم سرزمینان ارجمندم. دانش فروغی هستم و برنامه روانشناسی روشنگری رو ادامه میدیم. این برنامه متفاوتی است که همچنان که دیدید به جنبه های متفاوت جریان های اجتماعی و شخصی یه مقدار زیادی از اون چیزایی که جایی دیگه نمیشنوید شد اینجا بشه در این جلسه. در جلسه که داریم آقای مهندسی برنامه را آقای امیر شهرتی به عهده دارن، خانم دکتر میترا رشیدیان با ما هستند، سکسولوژیست و دیپلمات در این زمینه، خانم دکتر سپیده فر هستند، خانم دکتر هستند و تبریک دارم بهشون به دلیل اینه که در بهترین دانشگاه‌های آمریکا رزیدنسیشون پذیرفته شده و واقعا تبریک میگم، خیلی خیلی باعث افتخار بودی برای ما واقعا. در هر حال انشالله که خانواده و اطرافیان به اونایی که هستن میدونم که همین احساس دارن نسبت به شما بلکه بیشتر. خوب در هفته‌ای که گذشت ببینیم چی بوده. در هفته‌ای که گذشت شاهزاده ایرانی که بقیده من از بنیاد ریچارد نیکسون جایزه معمار صلح، این جایزه‌ای که بهشون تعلق گرفت به دلیل صلح طلبی، به دلیل اینکه با جنگ مخالفت کرد، به دلیل اینه که همه چیز را از راه دوستی و عشق و علاقه، آنچنان که رفتار ملت ایران بوده تا کنون، از این راه میخواد پیش ببره. و ایشون این جایزه را در حالی گرفت که ابراز داشتند که من این جایزه را از سوی تمام ملت ایران، از سوی خانواده هایی که بچه هاشون رو از دست دادن، برای اونهایی که در زندان ها به سر میبرند، من از طرف اونها این جایزه رو میگیرم. این جایزه متعلق به ملت ایرانه و واقعا درود داره زمانی که انسان میبینه که یه همچین علو طبعی و بزرگواری وجود داره. خبر دیگر این که روز 7 آبان روز جهانی کوروش شناخته شد، همه جا جشن گرفته شد در آلمان و اروپا و البته و خود امریکا و همچنین بزرگداشت محمد رضا شاه بود در لس آنجلس. به شما عرض بکنم که زحمات 7 آبان رو، روز جهانی کوروش که شناخته شد، خانم میرزادگی، شکوه میرزادگی که درود بر او باد، از در اروپا خیلی خیلی زحمت کشید براش. ما واقعا باعث قدردانی همه ایرانیان میهن. و اما بزرگترین خبری که براتون دارم از این لحظه به بعد این است که روز 27 اکتبر که روز یک شنبه میشه، به همت سرهنگ ستاد و رئیس ستاد سازمان سرباز آقای سرهنگ هوشنگ وزین در محل هتل هیلتون وودن هیلز مراسمی برگزار میشه. به این مراسم ساده ای نیست، بزرگداشت کوروش است، بزرگداشت اونایی که به ایران خدمت کردند، خاندان پهلوی است خدمت کردند و یک سخنران از اروپا میاد، پروفسور سردشت ستوده، ایشون از این راه دور میان که این سخنرانی تو این جلسه انجام بدن و ما امیدواریم که بتونیم
در این جلسه شرکت بکنیم و همه اونهایی که دل در گروه میهن دارن مسلما اونجا ملاقات خواهیم کرد. و اما خبرهایی که میتونه در ارتباط با ایران باشه، همچنان مسئله روسری، وسیله افرادی که دیگه میگن گشت ارشاد نیستن، چون اگه گشت ارشاد و حجاب باشه آدم های منزعی هستن و به کسی صدمه نمیرسونن. من فکر میکنم همون جوری که خودشون میگن شاید لات و لوتا هستن که این کارا رو میکنن. خبر دیگر این است که لابیستای جمهوری اسلامی، لابیستایی که در تمام فصول جنایت، از جنایت و بی‌عدالتی، از زندان، از خشم، از خشونت و از سرکوب ملت ایران مستقیم و غیر مستقیم پشتیبانی کردند، اونها به فعالیت‌های بسیار بسیار عظیمی دست زدن. شایع پراکنی میکنن توی اینترنت، ها میان فحش میدن، بعد ویرا میگن. واقعا من نمیدونم این چه جور تحصیله، یا اونایی که حتی در رده استادی دارن کار میکنن یه موقعی حرفایی میزنن آدم حیرت زده میشه ازشون، حیرت زده واقعا همینطوره. و اما آخرین چیزی که شاید به درد شما بخوره اینه که از آبادان تا قوچان، از بنادر جنوب گرفته تا شمال ایران، فریادهای ای شاه ایران برگرد به ایران داریم میشنویم. این از خبره، من صحبت های من در آوردی نیست. اون افرادی که به من زنگ زدن با کد 98 دارم براشون میگم، خواهش میکنم واتساپ موقعی زنگ بزنید که اینجا مثلا نصف شب نباشه، چون من اون رو خاموش میکنم. نه، بنابراین به واتساپ زنگ بزنید که امکان پذیر باشه بتونم لااقل بفهمم که چه مشکلی وجود داره. اگر میخواهید هر حرفی بزنید اشکالی نداره، من در اختیارتون هستم که گفتگو بکنیم هم دیگه. و اما برگردیم به برنامه امروز. برنامه امروز میگرچه بگذاری سخن دوست خوشتر است، ولی مخصوصا این بحثی که امروز داریم راجع به دنباله ای از آناتومی جریان های کاربوت کافی جنسی در حقیقت و زیست شناسی جنسی بود که دفعه پیش خانم دکتر رشیدیان و دکتر سویده هر دو خیلی بهش پرداختن. من میخوام اول یه خوش آمدی به اونها گفته باشم و اونا هم با شما یه احوال پرسی کرده باشن تا ما برگردیم به سلی اینی که چیکار میخواییم بکنیم. بفرمایید خانم دکتر رشیدیان. سپاسگزارم جناب آقای دکتر فروغی، با درود فراوان خدمت شما، خدمت سرکار خانم دکتر سپیده، آقای دکتر شهرتی، تمام عزیزان در تلویزیون پارس و تمام بینندگان عزیز ما که لطف میکنن، زحمت میکشن و این یک ساعتشون رو به ما میدن و من امیدوار هستم که در این یک ساعت بتونیم، حتی یک ساعت که نیست کمتره، ولی هر چند مدتی که در اختیار ما گذاشته میشه، بتونیم یه گوشه ای از مشکلاتشون رو که در مورد مسائل جنسی هست حل بکنیم، اطلاع مفیدی در اختیارشون بذاریم و بتونیم یه کمکی کرده باشیم. و البته چیزایی که در اینجا گفته میشه عمومیت داره، چیزی نیستش که بگیم که همشون برای همه به صورت یکسان هست. تجارب ها با هم تجارب فرق میکنه. به هر حال بحث ما بحث مسائل جنسی در انسان. بسیار خانم دکتر سپیده. بله،
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر فروغی و خانم دکتر رشیدیان و همینطور جناب آقای شهرتی و تمام دستاندرکاران برنامه تلویزیون پارس و همه بینندگان عزیزمون، و خیلی خوشحالم که میتونم ساعتی رو در خدمت تمام شما بینندگان عزیز باشم. خب برگردیم سر دنباله اون صحبت هایی که کردیم. صحبت راجبه به طور کلی شما صحبت هایی که دفعه پیش کردید در حقیقت، حالا سوال اینه که به طور کلی بازتاب ها و پاسخ هایی که شما میشنوید از این اندام ها، از این گفتگوها، آیا واقعا ما اون جوری که به نظر میرسه آیا همیشه در جریان هایی که روابط جنسی رو در واقع بیان میکنه، شما این کتاب هایی که همینجور که ورق میزنید میبینید که توش هم لذت هست و هم درد و هم تمایل هست و عدم تمایل، هم پاسخ دادن هست و هم بی پاسخی، یعنی هم انگیختگی هست و هم بی پاسخی، هم توانایی هست هم ناتوانی. حالا به شما عرض بکنم که یه چیزی که خیلی مهمه این است که ما باید در نظر داشته باشیم که اون چیزی که به عنوان پاسخ داریم میگیم باید شرایط زندگی در نظر داشته باشیم، خانه رو در نظر داشته باشیم، شغل و سن رو در نظر داشته باشیم، پیشاموزی های جنسی رو در نظر داشته باشیم و اینی که آیا واقعا تجربیات غلط، شنیده های غلط، گفته های غلط، گفته های بیجا، مسئله اشباع، مسئله اینه که انسان ها واقعا چشم دلشون به قول معروف پر شده باشه یا مال یکی دیگه چقدر خالی بوده باشه، همه اینها رو در نظر بگیریم و ببینیم که آیا این روند باید چگونه باشه. به قدری شلوغه و به قدری زیاده و به قدری به هم ریخته است که واقعا هم یه الان که من الان نشستم باید ببینم که خانم دکتر رجیدی هم میخواد از کجا شروع بکنه. والا حقیقتش رو من بگم خدمتون های دکتر، حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه، ولی تمام نکته هایی که اشاره کردید بله اینا همش هست. و وقتی که ما میایم تاریخچه رو نگاه میکنیم در مورد این که اصلا رابطه جنسی چه که بحث امروز ما هست چطوری اصلا اجرا میشه، چقدر دردناکه که ما بدونیم تا قبل از 1960 ما اطلاعی در این مورد از طریق علمی نداشتیم ولی در مورد حیوانات داشتیم. یعنی شما حساب کنید ما سکشوال ریسپانس سایکل حیوانات رو داشتیم تا قبل از 1960 ولی در مورد انسان نداشتیم. پس بنابراین میخوایم نگاه کنیم به مسئله بایس، به مسئله سنت، باورهای مذهبی، باورهای فرهنگی، نبودن اطلاع کافی، ندادن اطلاع کافی، نرفتن سراغ این که در موقع رابطه جنسی برای یک مرد چه اتفاقی میفته و چرا، برای یک زن چه اتفاقی میفته و چرا، اینا هیچ وقت دنبال نشده بوده. و پس در حقیقت چیزی که ما امروز داریم صحبتش رو میکنیم تا به امروز که آخرین قسمت‌های آشنایی به این مسئله از طریق علمی وجود داره یک پدیده 50 سال است، نه هم بیشتر از اون. یعنی موقعی که 1957 مسترز و جانسونز که دوتا محقق بودن و در حقیقت دوتا پارتنر بودن با هم دیگه و اومدن این تحقیقات رو شروع کردن، اولا خب تا چندین سال اینا با مخالفت‌های اجتماعی روبرو بودن، به این چیزی نبود که
بهشون میگم به بچه کار خوبی دارید میکنید و ما هم کمک میکنیم. نه، همون چیزهایی که امروز الان شما به درستی توضیح دادین و تعریف کردید، اینا همه اون موقع بوده و حتی شدیدتر هم بوده، ولی به خاطر باوری که داشتن نسبت به اهمیت و اهمیت و سلامتی روابط جنسی بین انسان، اینا اومدن و چیکار کردن؟ این تحقیقات رو خوشبختانه تونستن به یه جایی برسونن و بعدش هم خب اینو دادن به افراد دیگه که ادامه بدن، مثل هر تحقیق سالمی که انجام میشه. و میبینیم که وقتی که ما راجع به این مسئله میخوایم صحبت بکنیم، این فقط یک مسئله بیولوژی نیست، بلکه مسائل روانی کاملا سنتی. وقتی که ما میگیم که human sexuality، sexuality انسان، یک پدیده بایوسایکوسوشال هست، پس ما میبینیم که این بایوسایکوسوشال یعنی بیولوژی، سایکولوژی و محیطی در تمام قسمت های این پدیده در انسان رول خودشو نشون میده و قسمت اعظمی که خودشو نشون میده درست موقعی که دو نفر وارد رابطه جنسی میشن. حتی اونی هم که مستربیت میکنه و سکس یک نفره داره باز هم از این پدیده ها خارج نیست. و اینه که امروز میخواستم من به همکاری شما دوتا عزیزان لطف کنیم و با هم دیگه این مسئله رو بازش بکنیم و ببینیم که اصلا این پدیده شامل چی هست. بید طبق گفته مسترز از جانسونز که ما اینا رو خدای این میشناسیم که Human Sexual Response رو برای ما معرفی کردن و باز کردن، نشون دادن که این یک پدیده چمبودی هستش و این پدیده چمبودی شامل اینپوت هایی که میگیره، چیزایی که روش تاثیر میذاره، احساسات انسان هست، افکار هستش، اون همون تمام ردبندی های سنتی درش تاثیر داره و همچنین تغییر تحولاتی که در بیولوژیش و فیزیولوژی انسان تولید میشه. بنابراین چیزی نیستش که ما بگیم یک نفر بلد رابطه جنسی داشته باشه، یه نفر بلد نیست رابطه جنسی داشته باشه. یه سری تغییر تحولات تولید میشه در بدن انسان که دست خود انسان نیست، مثل همون بیولوژیش و فیزیولوژیش و روانیش حتی. ولی چیزهایی که ما در کار روان درمانی خیلی میتونیم کمک بکنیم که اون مسائلی که به اصطلاح صد راه میشه که انسان بتونه یک رابطه جنسی لذت بخش داشته باشه، بیشتر مسائل فرهنگی و باورهایی هست که انسان برای خودش درست میکنه. و اینکه امروزه ما میدونیم که مسائل فیزیکی که میتونه تاثیر منفی روی این پدیده چمبودی بذاره شاید مکسیموم تا 5% باشن و نه بیشتر. پس بنابراین اکثر جاهایی که این رابطه جنسی اون تجربه خوبی رو که انسان باید برای خودش تولید بکنه نداره، برمیگرده به روانی و برمیگرده به مسائل سنتی. به طور کلی میدونیم که این پدیده چمبودی شامل بخش هیجانش هست که از اول شروع میشه، یا سکشوال دیزایر یا اکسایتمنتش هست. بعدش میرسیم به مرحله پلاتو، که پلاتو مرحله هستش که سکشوالت این هیجانات به اوج خودش میرسه. البته من جزئیات اینا رو همه رو میگم خدمتون. و بعد اورگازم که قسمت آخر پلاتو هست و بعد رزولوشن که برمیگرده به انسان به نورمال لول فانکشنینگش. و این چهار تا قسمت برای هر کس متفاوته. حتی برای هر شخصی در هر موقعی که وارد رابطه جنسی میشن میتونه متفاوت باشه. بنابراین هر رابطه جنسی حتی در یک شخص نمیتونه یکسان باشه، برای اینکه هر دفعه بدن انسان به دلایل فیزیولوژیکلی، به دلایل روانی، به دلایل محیطی میتونه عکس العمل خودشو داشته باشه و باقی بذاره خودشو. ولی در هر رابطه جنسی دو تا پدیده حتما فیزیولوژیکلی پیچ میاد.
یکی این که هجوم خون و گردش خون در بدن چه تغییراتی تولید میکنه، به خصوص در قسمت اندام تناسلی چه مرد و چه زن، و همچنین سیستم عصبی اینجا خودش رو چجوری نشون میده. بنابراین ما هر نوع رابطه جنسی که داشته باشیم، این دوتا قسمتی هستن که به اصطلاح فیزیولوژیکال ریسپانس انسان رو چیکار میکنن، تحت الشعاع قرار میگیرن، که اینا هم خب بستگی داره، سن آدم داره، بستگی داره که داروهایی که انسان مصرف میکنه، بستگی دارن به اینکه چقدر تجربه دارن، و اینا رول ما بسیار مهمی داره که ما همیشه در کار روان درمانی سکسولوژی تا اونجایی که لازم باشه ما این اطلاعات به اصطلاح فیزیولوژی رو میدیم به مراجعه کنندگان، که و چقدر لازمه که انسان بتونه بدن خودش رو بشناسه و بدونه که اصلا این بدن، این قسمت ممنوعه، همچون که هفته پیش ما صحبتش رو کردیم، شامل چه قسمت هایی هست و هر قسمت چه رولی داره، و یک پدیده یه نمیدونم شرم آور و از این حرف ها که میزنن ببینن که این چه. ما وقتی که میخوایم، جالب اینجاست، حالا ما نمیدونم به قسمت ریپروداکتیو کیر میرسیم یا نه، ولی انشالله هفته دیگه اگر نرسیدیم، چون قسمت بعدی بعد از این هست، ولی شما نگاه کنید وقتی که یک دو نفر به هم میرسن و در اوج عشق و در اوج کنکشن، در اوج تماسی که واقعا تمام بدن خودشو آماده میکنه برای این تغییر و تحولی که یک انسان دیگه به وجود بیاد، شما زیباتر از این چی میتونید تصور بکنید که این دو نفر اگر بتونن در اوج عشق و اینتیمیسی و محبت این رابطه رو تولید بکنن، چقدر زیباترین شاید پدیده زندگی انسان باشه، یا حداقل یکی از زیباترین پدیده زندگی انسان باشه. به هر حال این قسمت بیولوژیش و فیزیولوژیش رو که ما در نظر بگیریم، میرسیم به قسمت اول رابطه جنسی که سکشوال دیزایر هست، یا اکسایتمنت، یا قسمت هیجانش هست. و ببینیم که این قسمت میتونه از چند دقیقه شروع بشه تا حتی میتونه چند ساعت قبل شروع بشه از رابطه جنسی، یا اینکه حتی روزها و روزها قبلش هم باشه. در کار روان درمانی ما این قسمت رو خب بهش میگیم فورپلی، یا اینکه یه قسمتش هست فورپلی، یا اینکه قسمتی که اینتیمیسی همیشه وجود داره، و یه قسمتی هستش که بعضیا فکر میکنن، دیدیم در کار روان درمانی میان و فکر میکنن که این یه ستاپ خاصی باید باشه برای اینکه اکسایتمنت وجود داشته باشه، برای اینکه دیزایر وجود داشته باشه، در صورتی که در یک رابطه سالم رمانتیک که دو نفر میتونن با هم شفاف باشن، که اونم خودش تراپیای خودش رو داره در برای اینکه انسان بتونه به اون قسمت برسه، میبینیم که احتیاجی به هیچ تشریفاتی واقعا نیست که انسان بخواد در قسمت اکسایتمنت باشه که رابطه جنسیشو شروع بکنه. و چیزهایی که اینجا میاد اکسایتمنت رو تولید میکنه میتونه همون اینتیمیسی باشه، میتونه انسان چیزی که میبینه دوست داشته باشه، بوی انسان دیگه، افکاری که با هم دیگه میان شریک میشن، و همچنین که فیلینگ ها و اموشن هاشون فیزیکی و روانی چطوری با هم دیگه نزدیک میشه یا نمیشه. یعنی این قسمت بسیار بسیار حساسه که دو نفر بتونن یک هارمونی برای خودشون درست بکنن که با هم وارد این فیز اکسایتمنت بشن. و وقتی که شروع بشه از این طریق، معمولا حدود 10 تا شاید 30 ثانیه طول بکشه برای خانم ها که اندام تناسلیشون اون لوبریکیشن خودش رو شروع بکنه، برای آقایون شاید 10 ثانیه بیشتر طول نکشه تا به حالت ارکشن برسن، و بعضی از آقایون حتی میتونند اکسایتمنت رو داشته باشن، دیزایر رو داشته باشن، ولی اون حالت ارکشن بهشون دست نده، که معمولا اینجور مواقع اگر که فیزیکی نباشه اون مشکل، میتونه بیشترش مسئله روانی هست، که ما در این مورد بررسی های زیادی داریم که چی میشه که یک مرد نمیتونه
حالت ارکشنش رو داشته باشه یا نگه داره. وقتی که کاملا هیجان اینکه وارد رابطه جنسی داره، که اونم بحث جدای خودش رو داره، انشالله وقتی که در مورد سکشوال دیسفانکشن خواستیم صحبت بکنیم اینا رو مطرح میکنیم. چیزی که در مورد آقایون در این مورد خیلی لازمه که گفته بشه اینه که اکثرا تا اونجایی که مثلا مراجعه کننده های من به من گفتن که پینس آقایون حتما باید یه استخون درش باشه یا اینکه یک چیزی هست که اینو به حالت ارکشن در میاره. اینجا جایی لازم هست که بگم که نه استخونی در پینس آقایون وجود داره، نه ماهیچه خاصی هست که بخوان اون حالت ارکشن رو نگه داره. فقط و فقط مسئله فشار، هجوم فشار، فشاره و جریان خون در اون قسمت هست که این حالت ارکشن رو نشون میده و خودش رو نگه میداره و مسائل روانی و سایکولوژیکال فاکتورهای دیگه هست که باعث میشه که یک مرد نتونه خودش رو در این قسمت اون ارکشن خودش رو نگه داره. ولی برای خانم ها این مسئله آسان‌تر هست. البته بعضی از خانم ها در این قسمت حتی به لوبریکیشن هم نمیتونن برسن که اونم بازم برمیگرده به مسائل فرهنگی. ولی خب یه تستایی هست در مورد گلند هایی مثل سرویکال گلندشون یا بارتولیان گلندش، اونا رو تست میشه کرد که ببینیم که آیا اونا دچار اشکالاتی هست یا نیست، که معمولا نیست و بلکه ترس از رابطه جنسی هستش که باعث میشه اون لوبریکیشن، ترس یا باورهای فرهنگی هست که باعث میشه اون اتفاق نیفته. وقتی که این مرحله اکسایتمنت ادامه بدم یا اینکه اینجا میخوایم بدیم به خانم دکتر سفیده؟ فکر میکنم اجازه بدیم که خانم سفیدم نظرشونه بگم، برمیگردیم سر همین مسئله. خواهش میکنم. صحبت های جالبی بود و خیلی چیزای مهمی توش بود. خواهش میکنم. بله حتما. خواهش میکنم. شما و خانم دکتر خیلی خیلی واقعا جامع و کامل تا به اینجا عنوان کردید و منم میخوام اینجا در واقع یه تأکیدی مجدد بکنم که چقدر نقش عوامل محیطی و روانی توی روابط جنسی برجسته هستش، برخلاف خیلی از مشکلات که حالا جسمی هستند، ولی اینجا واقعا درصد کمی از موارد مسائل مشکلات جسمی مطرح میشه یا عوارض دارویی مطرح میشه و اکثریت موارد ما میبینیم که نقش در واقع مسائل روحی روانی، استرس ها و مسائل محیطی چقدر بزرگ هستش. من فکر میکنم که شاید بهتر باشه که همین دو قسمتی که خانم دکتر راجبش محبت کردن توضیح دادن و من فقط یه چند تا مسئله در کنارش بگم و شاید بهتر باشه مراحل بعدیش رو به دست خانم دکتر بذاریم که استاد این کار هستن. من اینجا برای همون مرحله در واقع تحریک یا حالا اون شروع رابطه جنسی چند تا فقط مسئله رو می‌خواستم اینجا اضافه کنم. خوشبختانه جامعه ما روز به روز داره آگاهی‌ها بیشتر میشه، ولی متاسفانه همچنان زوج‌هایی هستن که برای برقراری رابطه واقعا هم کم نیست دوچار مشکل میشن و من فکر میکنم یکی از مشکلاتی که این وسط در واقع نقش بزرگی بازی میکنه و شما هم اشاره فرمودید این هستش که در واقع مسائل فرهنگی هست و این که صحبت کردن راجع به این مسائل، یعنی آیا این زوجها وقتی که میخوان با هم دیگه رابطه جنسی داشته باشن خیلی مهمه که بتونن با هم بشینن خیلی راحت با هم صحبت کنن راجع به این مسئله، اینکه چه چیزهایی باعث برانگیخته شدن اون احساس لذتشون میشه، چه چیزهایی رو دوست ندارن حین رابطه، چه چیزهایی رو دوست دارن حین رابطه، از چه ویژگی بعدشون میاد. این خیلی مهم هست، چون خیلی موارد اصلا در واقع میبینیم که حالا اون دوتا فردی که با هم رابطه جنسی دارن اصلا راجع به این مسائل با هم صحبت نمی کنن و شاید این مسئله در مورد خانوم ها خیلی بیشتر باشه به خاطر اون مسائل فرهنگی و اون شرمی که احساس میکنن که نباید راجبش صحبت بشه. من میخوام یعنی مسئله خیلی خیلی جدی گرفته بشه و در واقع این فکر میکنم که صحبت کردن راجع به این مسئله یه در واقع کلید مهمی هست توی رفع خیلی از این مشکلات خیلی وقتها. خب البته که یه وقتای صحبت کردن واقعا میتونه نتیجه بده، ولی خب
یک خیلی از مواردم اون دو تا فردی که حالا مشکل دارن سر همون مراحل اولیه نیاز پیدا میکنن که به یه فردی که متخصص این کار هست مراجعه بکنن. پس میبینی که نقش مسائل روحی روانی و اون چیزهایی که اون فرد باعث برانگیخته شدن تمایلاتش میشه یا باعث پایین اومدن اون تمایلاتش میشه خیلی نقش بزرگی داره. و همونطور که شما خانم دکتر اشاره کردین، واقعا رابطه جنسی در جایی که به درستی یعنی در جای خودش انجام بشه واقعا یک رابطه بسیار بسیار زیبایی هست که در که منجر میتونه بشه به تولد یه بچه، یعنی به وجود اومدن یک انسان دیگه. و میدونیم که حین این رابطه همونطور که فرمودید توی اون دو مرحله اول به خصوص خون رسانی به اون اندام ها بسیار بسیار زیاد میشه و خب باعث یه سری افزایش ترشحات در خانوم ها در آقایون میشه. و حالا تو مرحله جلوتر هم بعد حالا به دست شما میسپارمش صحبت خواهیم که راجع به هورمونایی که ریلیز میشه و اون احساسات مثبتی که ایجاد میکنه. خواهش میکنم. به شما هم که اگر ببینید نکته هایی در اینجا وجود داشته که بعد نسی اشاره کوچولو من بهش داشته باشم و بقیه صحبت هارم خانم دکتر رشیدیان شما انجام میدید خانم دکتر سبیده. یکیش اینه که در صحبت های خانم دکتر رشیدیان اشاره بسیار مهمی داشت راجع به مسئله comparative psychological and behavioral in entitled یا physiological. ببینید این جریان های کامپراتیو مقایسه حیوانات بوده با هم دیگه، ولی مقایسه انسان ها و نوع انسان ها خیلی خیلی دیرتر اتفاق افتاده ازش. یکی این نکته بود که واقعا خیلی خیلی جالب بود که فهمیدیم. نکته دیگر مسئله تمام صحبت سر این بود که اگر اون فضا ساخته بشه، اون فضا رو فقط عشق میسازه. بی‌تعارف بهتون میگم، شما اگر عاشق نباشید هزار جور بهانه از این رابطه میگیرید، هزار جور کلک به خودتون میزنید که این کار یا انجام نشه یا یه جوری کنارش بزنید و بلیم بندازید گردن دیگری. آقا جون اگه عاشق هستی این افرادی که میبینی که این همه شور و هیجان دارن اینا رو چی میسازه؟ فقط و فقط غریزه جنسی نیست که بسازه، عشقی که میسازه، عشقی که باعث میشه که اینا دنبال یک به اصطلاح این میرن که طرف رو چجوری راضی بکنن. یعنی اگه اشکالی هم وجود داشته باشه میرن پیش این دوتا خانم دکتری که اینجا هستن و مشکل خودشون مطرح میکنن باشون. حالا انشالله بعدها خانم دکتر روان پزشکی خانم دکتر سپیده در این مورد میتونه به جنبه های دیگر کار کمک بکنه خیلی خیلی زیاد، از جمله مثلا فرد بفرمید که آیا چه داروهایی مصرف باید نشه یا باید بشه یا به چه ترتیب امکان پذیره این جریان بدونه که به وجود انسان لطمه ای بخوره و بعضی هم میرن ببینم عمل جراحی میکنن، از این کارهای عجیب و غریبی که اتفاق میفته حالا اونا به جای خودش گفتن داره. و به طور کلی اینی که این زمانهایی که از لحاظ جریان جنسی خیلی باشامد و خیلی ساینتیفیکلی عالمانه مطرح کردید، یه نکته هم تو اون زمینه یادم بود که فراموش نشه و اون این بود که پاسخ جنسی از نظر من پاسخ تمامی وجوده، نه فقط اون عضو جنسی. در واقع در همون جلسه اول که شما مسئله کالبد شناسی رابطه جنسی اشاره کردید، یعنی این سیمکشی که از مغز وجود داره
و اون دستوری که اونجا صادر میکنه از سایر اعصاب مخفی باقی نمیمونه، تمام بدنه که داره جواب میده. حالا این جواب به خود یعنی به طوری که مطالعه شده و بیان شده این است که فرد بفرماید که برای مرد زمان ارضایش مثلا چند ثانیه طول میکشه و برای خانوما یه مژده‌ای که میشه داشت برای خیلی هاشون اینه که گاهی اوقات در علم ثابت شده که حتی یک ساعت میتونه ادامه داشته باشه تحت شرایطی. حالا آیا کوالیتی مثل کوانتیتی، یعنی اون کیفیت مثل به همون خوبی زمان رابطه میتونه باشه یا نه؟ هیچ کسی راجع به این موضوع صحبت نکرده، یا لااقل من نخوندم، ولی احتمالاً اگر چیزی هست که دو نفر ازش خوشحال هستن و ازش راضی هستن مسلماً باید خیلی چیز مطبوعی باشه که ادامه میدن، ولا نمیدن، ولا این کار نمی کنن. حالا خیلی خیلی مهمه که ما این موضوع رو در برنامه های دیگری از لحاظ زمان ارضا و مسئله ارضا و چگونگی ارضا یه مقدار دقیقتر راجع به اینه که اگر نمیشن بعضی ها و بعضی ها میشن، یا فرض بفرمایید که این همه گزارش هایی که وجود داره، مثلا شما نگاه کنید آمار هست بین زن و شوهرهایی که واقعا زن و شوهر نیستن ولی خب با هم زن و شوهرن، مثلا سالی 10 تا 15 بار تحقیقات که شده اینا رابطه جنسی داشتن. این اصلا علم هم قبولی نداره به عنوان اینه که اینا زن شوهر هستن با هم دیگه، باید بی خود بی جهت خودشون گول نزنن، بشینن رک و بسکنده با هم صحبت بکنن. اینا چیزایی نیست که البته خیلی مشکله که به بعضی این موضوع رو آدم بفهمونه، ولی خوب شماها که همه تحصیل کرده هستید به همه میدونید، مثلا اونایی که میشینن این برنامه رو گوش میکنن تا اونجایی که من خبر دارم طبقه خیلی خیلی الیتیه واقعا. در هر حال اینا اصلا ما وقت خیلی زیادی نداریم، این آخرین صحبت منه. خواهش میکنم خانم دکتر رشیدیان بقیه رو ادامه بدید و فرصتی است که خانم بعد از شما خانم دکتر سبیده صحبت بکنه که جلسه رو به پایان برسه. خواهش میکنم. نکته که هر دوی شما ازم بهش اشاره کردید، نکته اینتیمیسی یا اینکه دو نفر چجوری ارتباط روحی روانی و عاشقانه با هم دارن، توی قسمت اکسایتمنت یکی از کی فاکتورها هستش که این رابطه رو میتونه به قسمت‌های بعدی نه تنها برسونه بلکه با موفقیت آمیز، یعنی موفقیت آمیز باشه، تا اینکه بتونن این دو نفر از رابطه‌ای که شروع کردن لذت ببرن. به طور کلی ما وقتی که نگاه می‌کنیم به یک سکشوال اپیزود یا یک فیز رابطه جنسی، برای بعضی میتونه یه دقیقه طول بکشه، برای بعضی میتونه خیلی خیلی طولانی تر باشه، و این حتی اونی که میتونه 5 دقیقه این رابطه رو حفظ بکنه میتونه خیلی کوالتیش بهتر از اون کسی باشه که بخواد 1 ساعت این رابطه رو نگه داره. اینا همش بستگی داره که اون دو نفر چجوری با هم وارد این رابطه میشن، افکار و عقایدشون رو، خواسته هاشون رو، چقدر با همدیگه راحت هستن که خواسته هاشون رو بگن، در این مرحله خیلی خیلی تاثیر مثبتی داره. و ما بعد از اینکه فیز اکسایتمنت تموم میشه، این نکته ها هستش که میرسه به مرحله پلاتو، که پلاتو یه قسمتی هستش که از اکسایتمنت شروع میشه و تا قبل از اورگازم بالاترین شدت این رابطه وجود داره که انسان دو نفر میان میتونن، هم یک مرد میتونه ارکشنش رو در حد کمال نگه داره و یک خانم میتونه در حد کمال در این رابطه شرکت بکنه و بدنشون رو آماده بکنن برای آخرین مرحله پلاتو که اورگازم هست. در این قسمت هستش که
بعضی وقتا یه مقداری از حاملگی های ناخواسته تولید میشه. چرا؟ به دلیل اینکه یک مرد قبل از اینکه به مرحله ارگازم برسه و اسپرمش ریلیز بشه میتونه در اون حالت اولی که ازش دیسچارج خارج میشه یه مقداری اسپرما با خودش هم بکنه و معمولاً زوجها این مسئله رو خیلی در نظر نمیگیرن و فکر میکنن که از راه طبیعی جلوگیری میتونن از حاملگی جلوگیری بکنن، ولی اون اسپرم وقتی که ریلیز بشه راه خودش رو به رحم میتونه پیدا بکنه. ولی حالا از این قسمت مکانیکیش بگذریم، در اون اوج لذت و ارتباط نزدیک و ارتباط روحی نزدیک و تمام در این قسمت عصب‌ها به حد بالای فعالیت خودش رو میرسن، گردش خون به حد بالای خودش میرسه در قسمت‌های مختلف بدن، کلیه بدن و همچنین سیستم عصبی و مغز تحت تاثیر این فعل و انفعالات قرار میگیرن و در اون قسمت هستش که میرسن به مرحله اورگازم یا کلایمکس. کلایمکس رو انتخاب کردن لغتش رو به خاطر اینکه یه خورده از لحاظ سنتی و مذهبی انگار که یک معنی مثلا پوشیده تری هست از اورگازم و در نتیجه بعضیا میگن کلایمکس، ولی در دنیای علم سکسولوژی همون اورگازم رو استفاده میکنن. مرحله اورگازم کوتاه ترین موقع مدت زمان دوره سکشوال ریسپان هستش، میتونه از فقط چند ثانیه باشه برای مرد و یا زن، فرقی نمیکنه و بیشترش بادیلی فیزیکال ریسپانس هست. البته خب مسلما ریسپانس روانی هم داره که انسان از هر دو طرف میتونه رضایت خودش رو پیدا بکنه. بسیار قسمت جویفول ترین یعنی زیباترین و پر انرژی ترین و لذت بخشترین قسمت رابطه جنسی است. در این قسمت هست که رحم خودشو کاملا آماده کرده و جلو اومده برای پذیرایی از اسپرم و اسپرم هم در این مورد موقع است که به اصطلاح ریلیس میشه و به خودشون سعی میکنه به تخمک داخل رحم برسونه. مود انسان، احساس انسان، احساس نزدیکی انسان در این حالت بسیار زیاد میشه و نمیشه گفتش که چطور یک نفر میتونه تجربهش رو در این مورد تعریف بکنه، برای که هر کسی سابجکتیولی از لحاظ دید خودش به این تجربه نگاه میکنه و در نتیجه میتونه تعریفش بکنه و به طور کلی. ولی مسائلی که میتونه این قسمت اورگازم رو بازم تحت شعاع قرار بگیره 100% مسائل فرهنگی، ترس از اورگازم. و بسیاری از خانم ها هستن که ترس از این که اصلا در بدنشون چه فعل و انفعالاتی میتونه تولید بشه و یا اینکه اگر که فعل و انفعالات طبیعی بدن خودشون رو نشون بدن اون پارتنرشون چه فکری در موردش میکنه و چطور میتونن خودشون باشن در این رابطه و یا نباشن، میتونه در این قسمت اختلالات بسیار بسیار شدید و نامناسب و خیلی ضررآوری برای یک فیمیل، برای یک خانم تولید بکنه که واقعا من در این مورد داستانهایی شنیدم که اگر که یک خانم تونسته اورگازم خودشو درست تجربه بکنه چه عکس‌العمل‌های منفی از همسرش پیدا کرده و وارد چه داستان‌های غم‌انگیزی شدن. و اینه که بعضی از خانم‌ها یاد گرفتن اصلاً اورگازم خودشون رو احساس نکنن و نخوان احساس بکنن و این قسمت‌های فرهنگی هستش که روابط رو به شدت صدمه می‌زنه و به شدت میتونه از لحاظ روانی و فیزیکی برای یک خانم خیلی منفی باشه. بلافاصله بعد از اورگازم ما میرسیم به فیز رزولوشن یا آرامش که بدن کاملا برمیگرده به حالت نرمال خودش و اونم بستگی داره بازم به فیزیولوژی هر نفر که چقدر اون زمان طول میکشه. ولی تمام این صحبتایی که ما کردیم فقط و فقط یک اینکه بدن انسان بایسته در یک مرحله سالم باشه و اون اینتیمیسی، اون به اصطلاح اون کنکشنی که از لحاظ روانی چقدر لازمه بین دو نفر باشن
در این مورد نقش بسیار حیاتی تولید میکنه، همون عشقی که شما گفتید. بعضیا اونو با کمیسری اشتباه میکنن، میگن ما کمیسریمون خیلی خوبه، ولی کمیسری بدون عشق بعد از چند بار رابطه جنسی از بین میره. به همین دلیل که ما میبینیم که یک رابطه با چه عشق و علاقه شروع میشه و ازدواج هایی میبینیم که سر 3 ماه، سر 2 ماه، سر 1 ماه یک دفعه تموم میشه، بلکه اون کمیستری با عشق و محبت و اون نزدیکی اشتباه گرفته شده. و اینکه چطور یه نفر میتونه سکشوالیتی بهتری داشته باشه، مقدار زیادیش خارج از مسئله فیزیولوژیکلی فقط یک تجربه سابجکتیو شخصی هست و اون تجارب میتونه به یک انسان درس مهمی بده در مورد رابطه جنسیش و یا اینکه نده. و به طور کلی میدونیم وقتی که در علم سکسولوژی ما فقط حدود 60 سال ریسرچ داشتیم توی این مسئله، میتونیم ببینیم که شاید 60 سال دیگه طول بکشه که انسان یه ذره بیشتر با سکشوالیتی خودش آشتی بکنه و آشنایی بیشتری پیدا بکنه. خب به شما حد بکنم که خانم دکتر سفیده، ببینیم راجع به همین موضوع، راجع به همین موضوع و اینه که واقعا در جمع کل این مسئله رابطه جنسی که از نقطه نظر علم وقتی که آدم بهش نگاه میکنه درست همینجوری داریم صحبت میکنیم که راجع به سایر چیزا داریم صحبت میکنیم. شما ببینید در محیط‌های مختلفی که بودی، مثلا در جنوب ایران شما بودید، راجع به این موضوع و این کلاینت‌ها، این آدمایی که می اومدن برای درمان اونجا، این خانمایی که می اومدن اونجا، راجع به این جریان‌ها چجوری با شما صحبت می‌کردن؟ اصلا صحبت می‌کردن؟ اینو ببینید تا ببینیم اگه صحبت دیگه‌ای از بفرمایید جونم. بله حتما. صادقانه بگم شاید تو کل اون 3 سالی که من توی مناطق محروم کار میکردم شاید فقط 2 مورد داشتم که اومدن راجع به این مسئله صحبت کردن و اصلا هیچ خانومی نمیومد راجع به این مسئله، یعنی واقعا مریضش نمیومد، اصلا صحبت نمیکردن. اگرم میومدن یعنی مشکل شکایتی که بیشتر باش مراجعه میکردن به خاطر اون ترشحاتی بود که داشتن، که خب متاسفانه هنوز خیلی از خانم‌ها حتی فرق تفاوت بین ترشحات طبیعی بدن و ترشحاتی که عفونی هست رو خب نمیدونن و خب خیلی وقتا با این شکایت می اومدن، یعنی با مشکل عفونت می اومدن، ولی نارضایتی از رابطه، این که به خاطر نارضایتی از رابطه باشه واقعا نادر بود کسی بیاد، چرا که من فکر می‌کنم خیلی مثلا قضیه فرهنگی مطرح بود که اصلا یک زن بیاد صحبت کنه راجع به اینکه من از رابطه‌ام لذت نمیبرم. خیلی فکر می‌کنم این تابو بود این قضیه، به خصوص که توی یکی از این مناطقی بود که ختنه هم رایج بود برای خانوم ها، یعنی میبینیم اصلا بحث لذت خانوم ها کلن در واقع از اون چیزایی بود که هیس نباید حرفشو بزنی. خاطر من واقعا من خیلی نادر شاید 1 یا 2 مورد بودن، اونم خیلی بسته، به شدت بسته اومدن راجبش صحبت کردن و خب واقعا جای ناراحتی داره این قضیه و واقعا خیلی آگاهی رسانی در این زمینه خیلی لازم هستش واقعا. بله، یه نکته‌ای که از به جز این در مورد پاسخ‌های جنسی یه آماری بود که در حدود 43% خانوما گفتن که ما مشکل داریم تو این زمینه. یک گزارش خوندم از یکی از این استادای دانشگاه که اسمش یادداشت فیلیپ ماسکین. این فیلیپ ماسکین پروفسور کلمبیا از کلمبیا یونیورسیتی است. او میگه با تحقیقاتی که ایشون منتشر کرده، میگه یه زن شوهر اگه به هم علاقمند باشن به طور میانگین، به طور متوسط در حدود 68.5 یعنی 68.5 بار در سال با هم دیگه باید رابطه داشته باشن. یعنی این زیربنای این قضیه رو به ما وقتی که علم داره میده، حالا ببینید اینا چقدر
میتونه در تغییرات خانوادگی، یعنی من فکر میکنم یکی از مهمترین کارهایی که باید اصولا همه مردم انجام بدن مطالعه کردن در این زمینه هست، به دلیلی که اگر بخونن، مثلا همین بخونه که اینقدر یه زن شوهر معمولی باید اینجور این رابطه رو به این حد داشته باشن، اون موقع اگه ببینن که خیلی از این نرم خیلی خیلی پایین ترن یا خیلی خیلی بالاترن به اون گونه که میتونن باعث مزاحمت همسرشون بشن، اون موقع هست که باید در نظر داشت که باید فکر بکنن برای این موضوع. شاید باید برم پیش خانم دکتر رشیدیان دستور العمل بگیرم، چون ببینید اصولا ما این مسائل در دو راه فکر میکنیم که باید درمان اتفاق بیفته، یکی در از لحاظ روانیه، یکی از لحاظ جسمانی، یعنی واقعا با دارو اینجور چیزا بتونیم درمان بکنیم. من فکر میکنم به آخر وقت رسیدیم، من میخوام یک دقیقه به هر کدوم وقت بدم و ببندم جلسه رو. بسنا خانم، اون یک دقیقه اول بدم به خانم سپیده. بفرمایید سپیده خانم. خیلی متشکرم. من فکر میکنم همه اون چیزایی که لازم بود رو در واقع خیلی جامع و کامل شما و خانم دکتر عنوان کردید. من فقط یک بار دیگه میخوام تاکید کنم که خواهشی که دارم به زوجه این است که توی رابطتون سعی کنید با هم راحت باشید، صحبت کنید و خواستهاتون رو مطرح کنید و مطمئن باشید که همونطور که آقای دکتر فرمودن، این بحث رضایت از رابطه جنسی تاثیر بسیار بسیار زیادی داره توی موفقیت زندگی مشترک. خانم دکتر رشیدیان. بله خواهش میکنم. من میبینم که بیشتر البته خانم ها در مورد رابطه جنسی فکر میکنن اطلاعاتی دارن و اون اطلاعاتاش ولی بسیار محدود هست. میخواستم پیشنهاد کنم که اگر که از رابطه جنسی لذت نمیبرن یا اینکه براشون یک سوالی هست، اینا رو نگه ندارن، بلکه بیان واقعا بپرسن، چون این جواب ها میتونه خیلی کمکشون باشه. و آقایونی هم هستن که میان و شکایت میکنن که خانمهاشون در رابطه جنسی موفق نیستن و ایشون راضی نیستن. خب اگر که به این فرم هست، پس با هم تشریف بیارن، سوال کنن، تماس بگیرن و ما جواب سوالاشون رو میدیم که چه چیزی باعث میشه که اون رضایتی که هر دوشون میخواد وجود نداره. البته باز هم میگم منهای مسئله فیزیولوژیکلی، بیشتر مسائل فرهنگی از روی باورها هست و انتظاراتی که فقط و فقط از اجتماع گرفتن، از سینما و تلویزیون گرفتن که رابطه جنسی باید چجوری باشه، خیلی از اونها درست نیست و خیلی از اونها فقط میسلیدینگ هست برای زندگی خیلی از افراد خوب ما. بله. خوب به شما عرض بکنم که یک مجموعه بود از یک بخش بسیار کوچکی در مسائل جنسی. در هفته آینده راجع به مسائلی که مربوط میشه به ناتوانی ها به طور کلی، این یک بحثی خواهد بود که ما رو میبره، البته ممکنه یه تغییر کوچکی هم پیدا بکنه. در هفته آینده خواهیم دید که چه خواهد بود. صحبت میکنم با خانم دکتر رشیدیان و خانم دکتر سپیده، ببینیم که کدوم یکی رو مهمتر میدونن. بر همون اساس این برنامه رو ارائه خواهیم داد. ولی میخوام این نکته رو عرض بکنم که ثابت شده که این موضوع بی نهایت مهم در ارتباط خانوادگی و در انسجام و استواری زندگی زناشویی. دست کم نگیرید. سپاسگزارم از آقای مهندس شهرتی که واقعا ما را هدایت کردن. سپاسگزار از خانم دکتر رشیدیان، از خانم دکتر سپوده، خانم دکتر نقوی که گاه به گاهی لطف میکنند راجع به این برنامه واقعا صحبت میکنم. خیلی خیلی ممنونم و سپاسگزار از اینکه این برنامه رو گوش کردید. روزگارتون خوش. پاینده ایران. خدا نگهدار. خدا نگهدار.